در حالی که ترامپ در حال گسترش طرح ممنوعیت ورود مسلمانان به آمریکاست فعالان و گروه های مدنی در این کشور این اقدام را محکوم کرده و خواهان پایان دادن به آن شدند دولت دونالد ترامپ اخیرا ممنوعیت سفر را شامل کشورهای اریتره قرقیزستان میانمار نیجریه سودان و تانزانیا کرده است گروه های مدافع حقوق بشر در روز جمعه با انتقاد از طرح جنجالی گسترش ممنوعیت سفر مسلمانان به آمریکا این قانون را سلاح رئیس جمهور آمریکا برای پیشبرد اهداف خارجی حراسی اعلام کردند در حالی که دموکرات های آمریکا لایحه ای را برای لغو ممنوعیت سفر ترامپ آماده می کنن وزیر ترامپ اعلام کرده که این طرح در 21 فوریه به اجرا درآمده و صدور ویزایی که به اقدام دائمی منجر شود برای اتباع کشورهای اریتیره، قرقیزستان، میانمار و نیجریه متوقف خواهد شد و ویزاهای تنوع فرهنگی نیز برای اتباع سودان و تانزانیا صادر نخواهد شد. جابریا جمیل، حقوقدان دولت در امنیت ملی گفت آنها این طرح را از قربانی کردن مسلمانان بر اساس اعتقادات مذهبیشان آغاز کردند و امروز آنها را با همان محدودیت ها برای سایر جوامع با رنگ و پوست متفاوت پیش بردن دولت ترامپ همچنان به منظور پیش برده دستور کار خارجی حراسی خود قوانین مهاجرت را دستکاری می کند